بحث نه از نگاه طرف مقابلم. من به عنوان یک خوراک دهنده به نشریات دارم کار میکنم با این تعهد که میخوام اثر بذارم به جامعه. یعنی برخلاف نقطه نظر دوست عزیزمون حاج دولتی، شناخت عمومی و جهانی ما رو چی میسازه؟ همین نشریات و همین رسانه ها از رادیو تلویزیون بگید تا این نشریات. اگر یه مقدار آشغال ما به خورد مردم بدیم، میتونیم سلیقه مردم رو کشف کنیم به بیراهه از نظر ما. میتونیم هدایتشون کنیم. نشریات در مقاطعی تونستن جهان رو دگرگون کنن، حکومت عوض میکنن. حالا غلط یا درستش بماند، من به اون کار ندارم. مهم این است که تعهدی که از نظر کلاسیکیشون اشاره میکنه یادگار اون دورانی است که نشریه به معنای واقعیش از اون شبنامه ها بگیر، زیرت کردن های نشریه ها بگیر تا اعلامیه ها، تونست جهان رو متحول بکنه، از شرق و غرب، همه جای دنیا. خب امروز به این روز پیسی افتاده که شده آگهی‌نامه. خوشبختانه، باز اشاره میکنم، خوشبختانه اینه میشه دور زد. این الان بیشتر ضرر داره برای طبیعت هم تو که دوست ما گفت. این اصلا این دیگه مال یادگاری از دوران عهد حجره، برای اینکه کلی از نظر انوایرمنت واقعا داره آسیب میزنه. اما شما در اینترنت، در رسانه های بسیار دنیای مجازی، همه این کارها رو میتونید بکنید به ابعاد وسیع‌تر، و بدون صرف و هزینه این همه مخارج زائد. ببینید واقعیت هایی هست که امروز وجود داره جلوی ما و اصلا دیگه نگرانی نداریم. من نامه‌ای که آخرین نامه‌ای که نوشتم به یک نشریاتی که در حکم خداحافظی من داشتیم، گفتم خوشبختانه امروز راه بازه. اگه شما من سانسور میکنید، اگه شما به من اجازه نمیدید، امروز کافیه که من ایمیل بفرستم، کافیه که من بذارم تو فیسبوک، تو یوتیوب، جای دیگه. اون وقت این راه باز شده. یعنی آلترناتیوی که ما داریم، میگم من به عنوان یک مؤلف دارم این حرفی میزنم، نه به عنوان یک بیزینسمن. به من چه که این بیزینسش اینطور میچرخه یا نمیچرخه، چقدر مخارجش، از کجا پول در میاره، اون مشکل من نیست. مشکل من مؤلف دست به قلم چیه؟ ما اینجا بیشترمون این موزه رو داریم، جامون عوض نکنیم، نریم اونور. ما به عنوان مؤلفین باید چیکار بکنیم و معتقد به اینکه رسانه ها شناخت ایجاد میکنه در جامعه. شناخت یعنی در واقع بودجه های عظیمی، ایشون بهتر از من میدونه، از اون بالاماله ها میرسه تا نشریه ها. اصلا مردم رو به سطحی نگری، به ساده نگری، به سکس، به دراگ، به فساد اخلاقی بکشونه و یکی از راهاش همین نشریاته. یعنی اصلا حالا دیگه چیز پنهانی نیست. اگه شما میخواد من مراجعتون میدم به کتابی که توی این زمینه به انگلیسی هست، البته ببینید که چه بودجه هایی صرف نشریاتی میشه که تو میتونه افکار جهانی رو منحرف کنه به سمت چیزهای غیر بودار. هنوز که هنوزه، حالا به شکل رسانه ایش این کار داره میکنه. یعنی داره با افکار به اصطلاح مردم جهان، مردم ستم دیده، بدبخت، بیچاره، به هر دلیل دچار مشکلات انوایرمنت، یه طرف جنگ، فساد، نمیدونم تبعیض یه طرف، این مردم باید با یه جوری آرام بشن. اینه که دراکا هست اتفاقا و بودجه های میلیاردی گذاشته میشه. حتی نشریات، حالا شما میگی اینجا بیتون تموم میشه، تو مجله، تو فروشگاه میذارن، زود همه رو میبرن. بله، منم سند دارم برای اینکه کتاب های فلان نویسنده یا فلان نویسنده ای رو که به نفع اون سیستم کار میکنه چاپ میکنن با ابعاد وسیع و همه رو میگیرن، خودشون میخرن و خمیر میکنن. یعنی پشت پرده این نشریات، ظاهرا اینا حال نشریات چیز از کتاب دیگه، تا اینا پشت این قضیه یک نگاه اهریمنی هست که داره عمل میکنه. اون رو هم ببینید دوستان. من متاسفم بد میخوام صحبت کنم، خیلی بد میخوام صحبت کنم. چقدر سطح این جلسه پایین بود، خیلی عذر میخوام ازتون. ما اومدیم اینجا نشریات رو بررسی کنیم، نشریات کامیتی اینجا رو میخواستیم بررسی کنیم. اومد بس انحرافی شد به تقریه نشریات اینجا که شخصیه، حق داره بیزینسشو داشته باشه، حق داره نمیان کارشو انجام بده. خب چیکار کنیم؟ همه اینها حق داره، اما ببینید نشریه است، نشریه با بستنی فروشی، نشریه اون چی که با فکر و تربیت و اطلاع رسانی سر کار داره با خیلی از بیزینس‌های دیگه فرق داره. نشریه، صاحب نشریه، کادر نشریه جزء گروه‌های مرجع جامعه است. گروه مرجع جامعه مسئولیتش خیلی وسیع‌تر از گروه‌های دیگه جامعه. در حقیقت اگر بخوایم یک مقدار با ادبیات ایرانیمون صحبت کنیم، وظیفه‌های پیامبرگونه داریم. نمیتونیم همینطوری بگیم نه اشکال نداره، خب مال خودشه. نه، یک پزشک وقتی که پزشکه تو بیماری میری پیشش بگه من دوست ندارم تو رو معاینه کنم، دوست ندارم تو رو خوب کنم، این اون حق رو نداره، بهش خیرش رو میچسبه، میگه سوگند بقراتت کجاست. نشریه، صاحب نشریه وظیفش وجدان جمعی و مسئولیت اجتماعیه. همینطوری سطحی نگیرید این موضوع رو. من خیلی دیدم اینجا به این سطحی میگیرید و دارید تبرعشون میکنید، اینطور نیست. کما اینکه ثابت هم شده که گروه های مرجع هستن. صاحبان نشریات فکسنی اینجا به عنوان نمایندگان کامیونیتی جاهای مختلفی میرن، طرف مشورت قرار میگیرن. CBC وقتی که میخواد در رابطه با ماجراهای ایران صحبت کنه، لیدر یک نشریه رو برمیداره میبره جلوی نشریه ایرانی کامیونیتی ما رو میبره جلوی دوربین، ازش نظر میخواد. سنای کانادا میخواد این کارو کنه، نشریات رو میخواد، لیدرهای نشریات رو میخواد. خانم فرح پهلوی به اضافه آقای رضا پهلوی میاد مهمانی $500 میده، میاد نمایندگان نشریات رو برمیداره مجانی بهشون شام میده. چطور اونها هیچ کار هستن ما ولشون کنیم برن هر کاری دوست دارن کنن؟ نه خیر، نمیتونن هر کاری دوست دارن کنن، واقعا نمیتونن هر کاری دوست دارن کنن، چون جزء گروه های مرجع جامعه هستن. گروه های مرجع جامعه، اون هم رسانه ها مسئولیت باید بپذیرن. در ضمن ببینید کامیونیتی یک کامیونیتی که باید رشد کنه، گروه های مرجع جامعه رشدش میدن، گروه های با دانش بهتر و ابزارهای بهتر رشدش میدن. چطوری خانم نیا سلیمی میگه که اشکال نداره این موضوع نشریه خودشه، ما توقع خودمونه داریم. کما اینکه پیامهاشون پیامهای اجتماعی در جامعه، پیامهای صاحبان نشریات پیامهای جامعه اجتماعی. اگر آقای مشایخی این حق رو برای خودشون قائل هستن، به عنوان یک بیزینسمن مقاله می‌نویسه و می‌نویسه تو اون نشریه که اون نشریه رو شارژ مالی کنه، اون نشریه باید بنویسه این رپورتاج آگهیه که اون آقایی که مینویسه راجب سرطان و منی که من نمیدونم راجب سرطان فکر میکنم خوبه، در حالی که بیمه گره و میخواستم چیز کنه، اون باید مینویسه این رپورتاج آگهیه که یک آدمی که ساده هستش نره اون رو بخونه. این ببخشید من اینجور صحبت کردم، این مسئولیت خیلی زود ساقط کردید از اینها. نه، این وظیفه بسیار بزرگیه که به بردوش اینها هستش. حالا بگذاریم از اینکه اونها هم حقوقی دارن و باید حقوقشون هم محفوظ بشه. صاحبان نشریه دارای حقوق هستن. متاسفانه این حقوق صاحبان نشریه رو بلندش کردیم، آوردیم گذاشتیم به صورت انحرافی. حقی که برگردن جامعه دارن، نه اینطوری جامعه حقش برگردن این نشریات کامیونیتی اینجا محفوظه و اینها ساقط شدند از اون مسئولیت وظیفه ایشان در رابطه با نشریات کامیونیتی اینجا مقصودم بود. من اول تشکر کنم از دوست عزیزم سطح جلسه رو آوردیم بالا، از اون سطح پایین خیلی جسارت حساب نکنید من اینجور صحبت کردم. نه ولی به هر حال اونجوری هم یه مقدار فکر کنم کم‌لطفی کردیم، برای اینکه به هر حال دوستانی که نظر بودن به عنوان افرادی هستن، این دور هستن و این لیبل و این اینجوری سطح جلسه رو آوردن که خیلی خیلی پایین بود و حالا با حرفاشون نکنه. به هر حال خوشحال اما در ضمن حرفایی که اشاره کردیم لطفاً یکی دو تا نکته واقعی وجود داشت و بعد یه مقدار مسائل کلی که برای خیلی راحت گفتنش. نکات اساسی که گفتیم و تو حرفتون بود و خیلی با ارزشه و خوشحالم که اشاره کردید، مسئله مسئولیتی بود که مسئولان نشریه در مورد محتوای نشریاتشون از جمله مطالبی که در زمینه‌های مختلف چاپ میشه دارند و این باید حتما رعایت بشه. در این زمینه هیچ بحثی نیست. اما اینکه نشریات واقعاً لیدرها، پیامبران جامعه هستن، این شعاره دیگه خیلی آبکی شد. خیلی خیلی وقته که در یک جامعه دیگه نشریات به خصوص پرینت در واقع دیگه اون نقش رو نداره. یک دورانی بود که میتونست نوشته به صورت پرینت، چه به صورت نشریه، چه به صورت شبنامه بخواد اثر گذاشته. ولی دنیا خیلی عوض شد. خیلی خیلی عوض شد. امروز کمتر کسی، خود شما فکر می‌کنم اگر یه مقدار صادقانه نگاه بکنید، بیشترین وقتی رو که میذارید برای اطلاع گرفتن از طریق رسانه‌ها، صرف رسانه‌های مجازی و الکترونیک می‌کنید تا ببینید. نه فقط اینها، حتی اگر ببینید نشریات خیلی به اصطلاح با کیفیت رو هم پیدا بکنید، یعنی دیگه حال و حوصله اون رو ندارید. پس تغییر در شما هم ایجاد شده، اما فقط لازمه که اعتراف بکنید که این تغییر دیگه وجود داره. یعنی دیگه اینا پیامبر نیستن. دیگه میتونن تاثیرگذار باشن در بخشی تا اندازه‌ای در افکار عمومی و اون افکار عمومی افراد در صحبت دوست عزیزم محمد سلیمانی که اشاره کرد، اون وقت از طریق نهادهای مدنی میتونه تاثیرگذار باشه در تحول جامعه، نه اینکه مستقیما یک نشریه‌ای هر چقدر هم با کیفیت باشه، شما بهترین تئوری ها رو فلسفی و سیاسی رو هم بیار بذار توی نشریه‌ای اونجوری که دلت میخواد، اون اصلا دیگه تحول گذار نیست. به هر حال اثر دارن در افکار عمومی، اما چجوری این شکل میگیره و اثرگذار میشه در تحولات جامعه، دقیقاً از طریق نهادهای مدنی هستش که اون نهادها رو ما نداریم. پس بنابراین هر تأثیری هم که بخوام بذارم در افکار عمومی با هر خط فکری، اون یه جایی به هر حال قطع میشه و یه جایی بی اثر میشه و خونسا میشه. بنابراین اونقدر بهش اهمیت ندیم. اما اینی که مسئله این که چه کار میشه کرد، دقیقاً همین صحبت هستش. امروز صحبت همه طرف که بچرخی نهایتاً اینه که گردو بهتر میزنیم اسلام بزن. بفرمایید 4 صفحه در بیارید شما. هر هفته 4 صفحه، نه بیشتر. 100 صفحه نمیخواد در بیارید. 48 صفحه نمیخواد دارید، 250 صفحه هم پیشکش شدید. 4 صفحه در هفته به صورت نشریه در بیارید. خب مسئله نیست که فقط بشینیم و بخوایم. به هیچ وجه این مسئله تایید نیست. من به عنوان یه آدمی که به هر حال سال آینده میشه 40 ساله که من توی این حرف هستم. بنابراین وقتی دارم قصدم تبرئه کردن نیست. 1001 ایراد این نشریات دارن. از فرمش گرفته تا محتواش. منتها باید نشست و صادقانه نگاه کرد و دونه بدونه اینها رو بیان کرد و گفت. کلی نظر دادن و کلی لیبل زدن به نظر من اصلا جدی نیست. پس بنابراین ببینیم چه کار میشه کرد. اون چه کار میشه کرد در واقع الان منتظرم که آقای شمس عزیز اون راه حل‌های نهایی رو که تو نظرشون بوده اول تا حالا نگفتن، اونا رو بگن که یه مقدارم راجع به اون بحث بشه تا وقتی که زمان نیاز. من متاسفم آقای، اولا توی این جلسه به نظر من ما شرکت کننده و هیئت جوری نداریم. ما یه دستیم برابر توی جلسه شرکت کردیم و در هر جای این جلسه